الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که ای محمد، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. هدایت نعمت بزرگی است، اما طوری که الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه می فرماید که ای پیامبر بزرگوار، تو با همه اون جاه و مقام و منزلتی که داری نمیتونی کسی رو هدایت بدی، تو فقط ابلاغ میکنی، راه حق و راه باطل رو برای مردم آشکار میکنی. هدایت نعمتی است که الله سبحانه و تعالی کسی رو که دوست داشته باشه هدایت میکنه. کسی که در درون خودش به سوی الله سبحانه و تعالی توجه بکنه، التجا بکنه و بخواد که خودش رو تغییر بده، الله سبحانه و تعالی این انسانهای خوب رو هدایت میکنه. کسی که در ظلم و طغیان و فساد و گناه غرق باشه و نخواد که از این منجلاب خارج بشه، الله سبحانه و تعالی هدایتش نمیکنه. هدایت نصیب کسانی میشه که در درون خودشون تغییر ایجاد بکنن. اما طوری که میفرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، الله سبحانه و تعالی حالت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه اونها در درون خودشون تغییر ایجاد بکنن. تغییر ایجاد کردن در درون انسان چی است؟ که انسان حب خیر داشته باشه، حب رستگاری داشته باشه، محبت به الله و رسولش داشته باشه. و کسی که محبت به الله و رسول داشته باشه، از الله و رسول صلی الله علیه و آله و سلم پیروی میکنه. اما طوری که در قرآن کریم میفرماید که قل، بگو ای محمد به این بندگان من که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر واقعا الله سبحانه و تعالی را شما دوست دارید آنطوری که ادعا میکنید، از من پیروی بکنید. پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی پیروی از قرآن کریم، پیروی از سنت صحیح و پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر شما واقعا در ادعای محبت الله و رسول صادق هستید، پیروی بکنید. چه بسیارن امروز کسانی که ادعای محبت میکنن، ادعای محبت الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو دارن، اما در عمل نه به سخنان الله سبحانه و تعالی گوش فرا میدهند، نه از دستورات الله سبحانه و تعالی پیروی می کنن و نه از آنچه که الله سبحانه و تعالی نهی کرده دوری می کنن. اون حدودی رو که الله سبحانه و تعالی، تلک حدود الله، این مرزهایی رو که الله سبحانه و تعالی بین ایمان و تقوا و پرهیزگاری و بین گناه و عصیان و شرک و کفر قرار داده، از این مرزها عبور می کنن، به پرتگاه هلاکت و نابودی خودشونو میاندازن. اینها کسانی هستن که در ادعای محبت الله و رسولش صادق نیستن. صادقین کسانی هستن که محبت میکنن به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم، و نشانه صداقتشون در این محبت این است که از الله سبحانه و تعالی و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت و پیروی میکنن. همونطوری که گفتم،